سلام به شما بینندگان محترم چشمانداز دیرنیش. با برنامه 18 و با موضوع مفاهیم اصلاح و اصولگرایی در حریم اجتماعی در خدمت شما عزیزان هستیم. از جمله مفاهیم و مسائلی که در تحول تمدنی و دگردیسی معرفتی و مدنی جایگاه محوری دارند، اصلاح و اصولگرایی است. در شکلگیری دوران گذار از حاکمیت کلیسایی و پدیداری عصر روشنگری، خردباوری و علوم تجربی به جای الهیات و متافیزیک گرایی نشست. علوم سیاسی و انسانی در راستای تحقیق و تحقق امر سیاسی، تفکیک حوزه‌های شخصی و گستره همگانی، دورانی نوین و مدنیت تازه‌ای را به وجود آوردند. پیش از این در برنامه‌های متعددی از اهمیت تمدن مدرن و ضرورت جابجایی دانایی در سیاست‌ورزی، کنش‌های اجتماعی و رفتارهای سیاسی سخن گفته شد. از آنجا که اصول پایه‌ای و مبانی معرفتی تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان دیرنیش مبتنی بر سیاست مدرن بوده و مدرن‌گرایی در گفتار و رفتار این تشکیلات پیشبرنده فعالیت ملی در آذربایجان به شمار می‌رود، در این برنامه به تحلیل مفاهیم اصلاح‌گری و اصولگرایی می‌پردازیم. تبیین این مفاهیم دوگانه می تواند روشنگر روش مبارزاتی و اصول فکری حرکت ملی آذربایجان در جهت تحقق آرمانها، اهداف ترک‌گرایی، حق تعیین سرنوشت، منش مدنی و عدم خشونت باشند. طرفه آنکه حق تعیین سرنوشت به مثابه نهادینه کردن حق طبیعی انسانها در جامعه است، چرا که قراردادهای اجتماعی با استقرار حقوق موضوعه و عرفی در سازمانهای اجرایی و مراکز تصمیمگیری واقعیت می‌یابد و سیاست دموکراتیک و ملی را در سرزمین آذربایجان محقق می‌سازد. اصلاح و یا همان رفورمیشن در معنای آغازگر و عینی، اصلاح دینی در بحث‌های تجدد و سنت اشاره به رویدادی دارد که قرن 16 به منظور اصلاحاتی در نظریات، باورهای دینی و کارکردهای کلیسای کاتولیک آغاز شد و در طی سالیانی به تأسیس کلیساهای انجیلی و شکل‌گیری مذهب پروتستان در دین مسیحیت منجر گردید. با اینکه سابقه و ریشه اصلاح دینی به بیش از این مسائل میرسد، اما اصلاح دینی که در این دوران به وقوع پیوست نقشی اساسی در فرایند جداسازی دین از دولت، یعنی لائیسیته، به آن معنایی که لوتر از دو قلمرو فرمانروایی سخن میگفت و دیگر مسائل سیاست عرفی و دین شخصی، یعنی سکولاریسم به معنایی که کالوین از نظام اداره جامعه مراد کرده است، دارد. به همین خاطر اصلاحات دینی را یکی از شاخصه‌های عصر مدرن دانسته و کسانی چون هگل و ماکس وبر از تأثیرات پروتستانیسم در رشد و تحول جامعه مدرن سخن گفتند. پیش زمینه‌های اعتقادی جنبش اصلاح دینی در اعتراض به ثروت‌اندوزی ارباب کلیسای کاتولیک و قدرت و سلسله مراتب ساختاری آن قرار دارد. از سوی اندیشه‌های انسانگرایانه عصر رنسانس برای احترام به کرامت انسانی و رعایت حقوق فردی و اجتماعی او، زمینه معرفتی اصلاحات دینی را در تاریخ شکل‌گیری آن بیان می‌کند. اصلاح دینی با اقدام مارتین لوتر و تألیف رساله 95 تز در انتقاد از اقدام کلیسای کاتولیک مبنی بر فروش، عفو و بخشش شروع شد. لوتر در رساله خود به عاری از خطا بودن پاپ، تجرد کشیش‌ها، عقیده به استحاله جوهری، فساد موجود در میان اولیای کلیسا نیز انتقادات شدیدی وارد ساخت و در سال 1521 میلادی با حضور در برابر انجمن کلیسا به استمرار ایده‌های اصلاحی خود تأکید ورزید. همزمان با این اقدامات لوتر و به دنبال آن، جنبش اصلاحی در کشورهای دیگر اروپایی طرفدارانی پیدا کرد و کسانی چون کالوین و دیگران از کلیسای کاتولیک جدا شدند و به ایجاد کلیسای پروتستان مبادرت کردند. بنابراین جنبش اصلاح دینی به منظور اصلاح کلیسای سنتی مسیحیت از نظر اخلاقی، معنوی، کرداری، آیینی و اعتقادی دست زد و باورهای دینی را بر مبنای حقیقت انجیل پایه‌گذاری کرد. فرقه های پروتستان در دوره تثبیت آن جنبش پیوریتانیسم، آناباپتیست و دیگر فرقه های معنویتگرا را پدیدار ساخت. اصلاحگران دینی با پالایش کلیسا از خرافات
بر جداسازی حوزه سیاست اجرایی از حوزه دینی تأکید داشتند و دستیابی به سعادت اخروی را بر مبنای دیالکتیک ایمان و اعمال دینی در رعایت اخلاقیات فردی و احترام اجتماعی به هم نوعان می دانستند. مارتین لوتر بر این اساس به تمایز دو قلمرو حاکمیت معنوی و حاکمیت دنیوی معتقد بود و کالوین بر پایه منشأ الهی قدرت به ایجاد حاکمیت دینی تمایل پیدا کرد. اگر اصلاح و اصلاح دینی سودای ساختارشکنی از اصول پیشین فکری را داشت، اصولگرایی با تکیه بر بنیانهای فکری و اعتقادی به مواجهه با تحول معرفتی و تغییر اجتماعی تکیه کرد. اصولگرایی دگرگونی تمدنی و فرهنگی را بر نمی‌تابد و بر ثابت و ازلی بودن اصول فکری و بنیادهای اعتقادی تأکید می‌ورزد. آشنایی با اصولگرایی می‌تواند سنت‌گرایی را از مدرن‌اندیشی در سیاست و فرهنگ بازشناساند و ادعاهای مبارزاتی را در تحقق آرمان‌های ملی و مدنی به عرصه آزمون کشاند. اصولگرایی یا همون فاندامنتالیسم ایده‌ای برآمده از بحران هویتی است که مدرنیته با گسترش جهانی خود بر فرهنگ و دنیای سنتی و دینی وارد ساخت. در واقع ایده‌ها و کنش‌های اصولگرایانه در پاسخ به بحران هویتی پدید آمد که عصر جهانی شدن فرهنگ‌ها، رواج و گسترش آموزه‌های قومی، جنسی و مذهبی در زیست جهان انسان‌ها، پایان سوسیالیسم انقلابی و حاد شدن تفاوت‌های اقتصاد میان شمال و جنوب به وجود آورده بودند. بنیادگرایی یا اصولگرایی با تکیه و استناد به آموزه‌های کهن و سنتی و بازسازی آنها در زیرساخت‌های خود متأثر از چهار عامل بوده و واکنشی به تمامیت مدرنیته است. این چهار عامل عبارتند از 1. روند غیر مذهبی شدن، 2. عصر پسا استعمار، 3. شکست سوسیالیسم انقلابی، 4. روند جهانی شدن. اصولگرایان در بیان ایده های خود به لحاظ تشابه زبانی میان متافیزیک و شهودات شخصی بیش از هر گفتاری از آموزه های دینی بهره‌مند می شوند. دین در افکار و کنش های آنان در طرح سیاست و حقیقت از محوریت برخوردار است و در استمرار خود به ساحت عقل ستیزی راه می برد. بنابراین مفهوم اصولگرایی یا بنیادگرایی مبتنی بر متافیزیکی است که با بازگشت به اصول و بنیانها در قرون گذشته حلقه های آموزه و کنش را به هم متصل می کند. سه اصل اساسی برآمده از متافیزیک بنیادگرایی در حرکات و جنبش های اصولگرایی عبارتند از 1. حاکمیت فرازمینی، 2. دین تنها راه حل اداره جامعه، 3. اجرای دستورات شریعت در عرصه‌های عمومی و خصوصی. این اعتقادات سنتی و بنیادین حاصل نگاهی هست که زمان حال را منحط‌تر از گذشته می‌داند و اصالت را در دوران گذشته و زیست سنتی تبلیغ می‌کند که با سربرآوردن قرن جاهلیت به اعماق فراموشی رفته بودند. از نظر اصولگرایان وظیفه وجدانی هر فرد مؤمن است که به مقابله با ساختارها و ایده‌های دوران مدرن آمده و در افسون‌زدایی از امر قدسی و به کنار گذاشتن لائیسیته با تمام جان و مال چونان جهاد مقدس بکوشد. دوستان و همراهان گرامی، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم و تا درودی دیگر، بدرود.